اجلاس آمریکا و اروپا برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی حزب الله. اعتصاب قضایی دراویش زن در زندان قرچک برامین. آزاد شدن فرودگاه استراتژیکی هدیده. سلام میکنم خدمت شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. توجه شما رو به خبرهای این ساعت در یک نگاه جلب میکنم. نیروهای انتظامی آمریکا و اروپا برای هماهنگی و مقابله با فعالیت تروریستی حزب الله در کیوتو پایتخت اکوادور تشکیل جلسه دادند. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، شرکت کنندگان در این اجلاس اطلاعات خود را درباره فعالیت‌های حزب الله در مناطق خود به اشتراک گذاشتند و در مورد چگونگی تقویت همکاری‌های خود در مقابله با این گروه تروریستی مذاکره کردند. تورنتوسان در سرمقاله امروز خود پیام وزیر خارجه آمریکا و استقبال وی از تصمیم کانادا برای نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران را مثبت خواند و نوشت: این خبر خوبی است، به دلیل اینکه نخست وزیر جاستین ترودو به توقف برقراری مجدد روابط دیپلماتیک و لیست‌گذاری سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی رأی مثبت داد. دلیل دیگر این است که همزمان با اختلافات تجاری با آمریکا، ما با این کشور در مورد موضوعی که برای آنها اهمیت دارد همسویی می‌کنیم. زنان درویش زندانی در زندان قرچک ورامین دست به اعتصاب قضا زدند. آنها در اعتراض به ضرب و شتم توسط شکنجهگران این زندان از روز چهارشنبه اعتصاب خود را آغاز کردند. روز چهارشنبه ماموران زندان قرچک ورامین به بهانه آرام کردن جو زندان، زنان درویش زندانی را به صورت انفرادی به بندهای مختلف زندان منتقل کردند و با باتون و شوکر آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. زندانی سیاسی هموطن کرد زانیار مرادی که زیر اعدام است، طی نامه‌ای از زندان گوهردشت کرج نوشت: قریب 9 سال است که زیر حکم ناعادلانه و ضد انسانی اعدام به سر می‌برم. 9 سال اسارت به جرمی ناکرده. 9 سال زندگی شبانه روزی با چوبه داری که درک آن جز به زیر سایه این حکم ضد انسانی میسر نیست. تنها و تنها برای یک چیز، و آن اینکه آزادی دادنی نیست بلکه گرفتنی است. به گزارش اویل پرایس، واردات نفت کره جنوبی از ایران به پایین‌ترین رقم پس از برجام رسید. در 5 ماهه نخست سال جاری میلادی، میزان خرید نفت کره جنوبی از رژیم ایران با 33% کاهش به 5,045,000 تن معادل 264,369 بشکه در روز رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 8,012,000 تن بود. به گزارش العربیه، ارتش ملی یمن امروز اعلام کرد فرودگاه بین المللی حدیده را آزاد و از کنترل شبه نظامیان حوثی خارج کردند. تفيد بالسيطرة النارية لقوات الجيش الوطني والتحالف على مطار الحديدة. همزمان تیم‌های مهندسی رزمی شروع به پاکسازی فرودگاه و اطراف آن از مین‌ها و بسته‌های انفجاری کاشته شده توسط شبه نظامیان حوثی کردند. على محيط المطار وسط انهيارات كبيرة في دفاعات الحوثيين في المدخل الجنوبي للمدينة. وزارت خارجه آمریکا نسبت به اقدام تروریستی در جریان جام جهانی فوتبال در روسیه به آمریکاییان هشدار داد. وزارت خارجه آمریکا مصرانه از آمریکاییان خواست تا مسافرت به روسیه را در مجموع به دلیل تهدید تروریستی و احتمال آزار و اذیت و اخاذی از جانب ماموران امنیتی مورد بازبینی قرار دهند. با تشکر از همراهی شما با این بخش خبری، خدا نگهدار.